خانم انصاری، شما سردبیر نشریه کیهان لندن هستید. امروز در تورنتو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک برنامه شرکت کردید که راجع به خیزش انقلابی مردم ایران بود. میخواستم ازتون بپرسم، به عنوان یک فرد رسانه‌ای و به عنوان یک زن، در طول 3 ماه گذشته این حرکت آزادی خواهانه مردم رو چجوری دارید میبینید؟ بله، کیهان به عنوان یک رسانه ایرانی که امسال هم اتفاقا 80مین سال تولدشه، تمام وقایع ایران رو مخصوصا از بعد از انقلاب از لندن ما دنبال کردیم. فراز و نشیب های تاریخ ایران، درد های مردم رو دنبال کردیم و این جنبش جدید، این قسمت از جنبش جدید واقعا یک چیزی بود که با اینی که انتظارش میرفت که بالاخره مملکت ما، ایران ما به پا بخیزه، ولی اینی که الان به این طوری که جوانها در خیابونها و بعد بقیه مردم چطور به پا خواستن، این یک چیزیه که نه تنها برای ما که در کیهان هستیم یک شگفت‌انگیز بود، بلکه در همون ضمنم دردناک هست، چون که روزانه ما دنبال این اخبار هستیم، با ما تماس میگیرن، عکس ها رو میبینیم، درد ها رو می، رنج ها رو حس میتونیم بکنیم و این چیزیست که در این 3 ماه اخیر به غیر از من همکارانم که روزانه به دنبال این اخبار ایران هستن، زندگیمون تغییر کرده. آیا شما هم مثل خیلی از مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، دچار یک احساس دوگانه امید و نگرانی هستید یا نه؟ اگر شما هم مثل بقیه یا خیلی از مردم اینجوری هستید، می‌خواستم ببینم امیدتون نسبت به این خیزش انقلابی چی هست و نگرانی هاتون چی هست؟ امید همیشه امید هست. آدم با امید زندگی میکنه و این امیدی است که من فکر میکنم همه ایرانیایی که در خارج هم هستن این امیدو حس میکنن و همیشه برای کشورشون امیدوار بودن. دردمون چیه؟ دردمون واقعا اون رفتار وحشیانه رژیم نسبت به مردم، نسبت به بچه ها. هیچ انسانی نمیتونه این اخبار رو دنبال کنه، ببینه و اون درد رو حس نکنه. ولی باز امید به اون پویایی جامعه، امید به امید جامعه، به اینی که شما تا وقتی که جامعه خودش بلند نشه و بگه که ما میخوایم تغییر کنیم، چیزی عوض نمیشه. و اینی که کسانی که شخصیت هایی که از درون ایران تماس میگیرن، صحبت هایی که میشه، طوری که این دیالوگ دموکراتیکی که در این، البته در این 2-3 سال گذشته شروع شده، ما داریم دنبال میکنیم، ولی به خصوص در این 3 ماه گذشته چطور گروه های مختلف همه به پا خواستن و فکر میکنن که جویای این هستن که چه آینده بهتری رو نه تنها برای ایرانشون میتونن امیدوار باشن، بلکه درش سهیم باشن و محققش هم باشن. امید من به این هست و پویایی، دانایی، توانایی که از درون ایران داره میاد. یادمون نره از 3-4 سال پیش هیچ امیدی وجود نداشت که دنیا به ما گوش بده. 40 ساله که این چیزایی که الان، واقعیت هایی که ما امروز همه دنیا دارن تکرار میکنن، ما کشیدیم و گفتیم، ولی اونا نمیدیدن و نمیشنیدن، ولی الان حسش هم میکنن، روش هم دارن کار میکنن و این یک امید واقعیه که واقعا آینده ایران روشن هست و اونم به خاطر مردمشه. و اینی که 3 سال پیش اگه امید وجود نداشت که دنیا به ما گوش بده، مردم ایران، جوانای ایران در داخل نشون دادن که بدون جهان آمادگی برای تغییر ایران رو دارن و با روپای خودشونن و ما بجز خودمون کسی دیگر رو نداریم و با این طرز رفتار و عمل
جهانم به پا خواسته به پشتیبانی ما. امروز در این جلسه ای که بودین یک سناتور کانادایی حضور داشت و یک نماینده مجلس قانونگذاری کانادا آقای علی احساسی به عنوان نمایندگان کشوری مثل کانادا. ما میدونیم و الان زیاد صحبت از این میشه که دنیا صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده، اما این دنیا چقدر میتونه کمک بکنه و تا کجا و به چه شکلی باید کمک بکنه که این امیدی که شما میگین به مرحله تحققش برسه؟ شروع شده، میشه دید، حس کرد. همین قدری که در شما گفتین راجع به این دو نماینده پارلمانی که امروز اینجا بودن صحبت میکردن، خانم امیدوار و آقای احساسی، من بعید میدونم اگه 3 سال پیش بود به این صراحت میشد در ملأ عام به دنبال این تحقق این برنامه ها باشن. زمانه فرق کرده و خیلی ما شانس داریم به عنوان ایرانی ها. من واقعا وقتی 40 سال گذشته رو میبینم که چقدر هیچ کس در سکوت همه این اتفاقات در ایران اتفاق میافتاد، الان نه، دنیا داره به ما نگاه میکنه. سازمان ملل، این ابزار حقوق بشری که در سازمان ملل وجود داره، بدون شک فعالیت‌های خودش رو نه تنها ادامه خواهد داد، بلکه اثر خودش هم در سیاست‌های خارجی و سیاست‌های بین‌المللی خواهید دید. خود امروز خانم امیدوار و آقای احساسی راجع به این کمیته جدید ایران آزاد صحبت کردن. شما خودتون کی میتونست باور کنه که در پارلمان یک کشوری مثل کانادا یا اصلا یک کمیته ایران آزاد وجود داشته باشه؟ و اینه که من امیدوار هستم و مطمئن هستم با جوانایی که در داخل هستن، مطمئنن روزهای بهتری خواهیم داشت. ما چند میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. اینها به طور بی سابقه در طول این 3 ماه دیدیم که افراد زیادی که هرگز در تظاهرات ها نمی اومدن شرکت بکنن، حالا هزاران هزار میان شرکت میکنن. علاوه بر این حمایتی که با حضور خودشون دارن نشون میدن، ایرانی های خارج از کشور چه کار دیگه میتونن بکنن که کمک بکنن به مردمی که در داخل ایران هستن؟ البته ایرانی هایی که در کشورهای مختلف هستن، البته خب کارهای مختلفی میتونن بکنن. کسانی که در کانادا هستن، امروز خانم امیدوار میگفتن، آقای احساسی میگفتن که نامه بنویسین، به چه طریق، از لحاظ یا تحریم باشه یا اینی که با نماینده های پارلمانتون در تماس باشین. در خود انگلیس ما مثلا الان آقای خامنه ای 5 تا دفتر آقای خامنه ای در انگلیس وجود داره. یکیشون تا حتی همون مال مسجد خیریه بود که از دولت انگلیس هم پول دریافت میکرد. ولی خب در هفته گذشته ما دیدیم یک دفعه رئیس اون خیریه استعفا داده. البته متاسفانه رفته یک کمپانی درست کرده، ولی تمام این روزنامه ها، این مقاله ها، گزارش هایی که راجع به این مراکز هست، بدون شک اثرگذار بوده. این مراکز سالیان سالیانه که در لندن و در منچستر و جای دیگه هست، وجود داشتن. هیچ کسی راجبش هیچ کاری نمی کرد. الان همه دنبالش هستن و اینم به خاطر اتفاقا ایرانیایی هستن، خانم ها، جوونا، کسانی که حقوقدان هستن، که در این 3 ماه یک دفعه اصلا طوری فعالیت ها زیاد شده که فقط این میگم امیدوار کننده است. امیدوار برای اینکه آینده ایران بستگی به همه ما ایرانی ها داره، مسئولیتی که همه ما باید به روی دوش خودمون داشته باشیم. و وقتی میبینین این همه ایرانی های جدید اضافه با این قدرت های جدید وارد صحنه میشن، کار خیلی هم روانتر پیش خواهد رفت و هم سریعتر.
یه خشونت برهنه و خیلی بی سابقه ای رو حکومت ایران شروع کرده علیه تظاهر کنندگانی که هستن و میبینیم و رسیده به جایی که الان جوانها رو اعدام میکنه برای اینکه مرعوب بکنه. فکر میکنید اینها مؤثر خواهد بود برای اینکه بخواد اون نسلی که تو خیابون هستش و بخواد برون اونها رو بترسونه، یا اینه که نه یک تلاش کاملا بیهوده ای هستش و فقط میخواد قربانی بگیره؟ اگر خودش نمی ترسید، اگر خودش تو میتونست به یک شیوه دیگه این وضعیتی که علیهش درست شده رو حل بکنه، بدون این همچون کاری میکرد، ولی در توانش دیگر هیچ کاری نیست و فقط از اون اول با چماق وارد شد، با چماق موند، با خشونت موند، همینطوری هم خواهد رفت. ولی خوشبختانه هر خشونتی، هر ثانیه خشونتی که اضافه میکنه، اون در داخل خودش بین اعضای اون گروه تفرقه خواهد افتاد و اینو ما دیدیم، شاهدش بودیم. الان در رکوردهایی که میبینیم، بلک ریوارد مثلا رکوردهایی که داده بیرون، ضبط کرده داده بیرون، بیش از 200-300 تا مامور انتظامی الان در زندان ها هستن برای اینکه با پشتیبان مردم بودن. ولی بدونین بیشتر از این 200-300 نفر، هزاران ده هزاران هستن که الان آماده هستن و آمادگی خودشونو اعلام کردن که به پشتیبانی مردم بیان.